درود بر شما عزیزان جان، در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیلی خبری در این ساعت. در ابتدا در خدمت آقای جوانمردی هستیم با برنامه‌ای با موضوع آسیب شناسی ایجاد اختلاف در انقلاب مردمی، و در بخش بعدی میپردازیم به طرح قانونگذاران آمریکا برای تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل جنایات حقوق بشری. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در این برنامه آقای جوانمردی در ابتدا به وضعیت فعلی انقلاب آزادی در ایران میپردازه و در ادامه درباره انحرافاتی که فرصت رو ایجاد کرد برای اینکه حکومت بتونه از سایبریهاش برای انحراف بیشتر انقلاب مردمی استفاده کنه صحبت میکنه و اینکه حکومت چطور تونسته مخالفان خارج از کشور رو به جون هم بندازه و اینطوری انقلاب مردمی که برای سرنگونی این حکومت شروع شده رو سرعتش رو بگیره و اون اصل اساسی که انقلاب از داخل کشورش هستش رو به فراموشی بسپاره. شما رو دعوت میکنم این برنامه عالی رو تماشا کنید. درود بفرستم به همیهنان گرامی، به ویژه در داخل ایران. کوتاه میخواستم در مورد وضعیت فعلی ایران صحبت بکنم. در روزهای گذشته ما شاهد انحرافاتی بودیم از اصل انقلاب آزادی ایران در داخل کشور. این فرصت داد به دشمن که بتون سایبری های خودش رو در پوشش مخالف از این طرف و اون طرف به جون هم بندازه به ظاهر، تا اون اصل اساسی که انقلاب در داخل ایران هست به فراموشی سپرده بشه. اول اینکه در روزهای گذشته یک مسئله اساسی تقریبا میشه گفت به اثبات رسید و اون اینکه مردم داخل ایران به رغم فشارهای مختلف در خارج کشور از طرف برخی گروه‌ها و رسانه‌هایی که پول پشتشون هست تن نمیدن به این که آینده ایران از مسیر دموکراسی خارج بشه. این به وضوح دیده شد. ما دیدیم نتیجه‌ای که تلاشایی که توسط برخی از سلبریتی ها و افرادی انجام گرفت، این نه تنها به اتحاد کمک نکرد بلکه باعث دوشقه یا چند شقه شدن جامعه ایران شد تا حدی. به همین دلیل لازم هست ما همه گروه ها برگردیم بر اصل مبارزه با جمهوری اسلامی بعد از این تجربه اساسی که مردم، اکثریت مردم، با هیچ گونه فردگرایی از هیچ نوعش نیستند. مردم خواهان یک سیستم سازی، یک نظام دموکراتیک بر پایه رأی و اراده مردم برای آینده همه ایرانی ها هستند، نه بخشی از ایران. در چنین دورنمایی همه گروه های سیاسی در داخل کشور، همه بینش ها و افکار سیاسی مختلف جا دارن، سهیم هستن در این آینده سازی. حذف هیچ گروهی، هیچ تفکری، هیچ فردی، هیچ شخصی در یک دموکراسی امکان پذیر نیست و اساسا منافات داره با جوهر دموکراسی. پس این چند روز گذشته که این تجربه رو نشون داد و اثبات کرد که رسانه های خارج کشور لندنی تعیین کننده نیستند، حالا نوبت این هست برگردیم بر سر اصل ماجرا، آنچه که در خیابان های ایران فریاد زده می شد. در سرتاسر ایران ما شاهد بودیم که مردم بدون هیچ گونه تبعیضی، بدون صحبت از هیچ مسئله انحرافی، بر اصل سرنگونی جمهوری اسلامی تمرکز کردند. فریادهای زن زندگی، آزادی، فریادهای دموکراسی خواهی در سرتاسر ایران با هر فکر و عقیده ای، حمایت مردم از همدیگه، این رو باید دوباره ما تقویت بکنیم و راه رو بر دشمن ببندیم که هدفش تفرق است. این چند روز گذشته تجربه بسیار خوبی بود و موفقیت این ایده اساسی که رهبران در داخل ایران هستند، رهبران غیر متمرکز شبکه‌ای دارن کار میکنن و اون همدلی در داخل ایران که خیلی ها ازش میترسن رو باید ما بار دیگه تقویت بکنیم برای پیروزی. روزهای حساس آینده، هفته های حساس آینده این فرصت رو از دشمن میگیره که بتونن بار دیگه شکاف ایجاد بکنن. راه ندیم به هیچ گونه
شکافی با همه عقیده‌ها، نظرها و دیدگاه‌های مختلف بر دشمن مشترک متمرکز بشیم. باید تردید کرد به هدف و دلسوزی ظاهری کسایی که بر تبل تفرقه میکوبن. انتقاد همه انتقاد پذیرن. تمرکز بر هدف از راه‌های مختلف خیلی طبیعیه. تمام مسائلی که مطرح میشه راه‌های مختلفی هست که هر کسی به زعم خودش برای خدمت به کشور، به مردم، به میهن، به آزادی، به آینده ایران مطرح میکنن. منتها ممکن راه‌ها با هم دیگه فرق داشته باشه. آنچه که خیلی مهم است در حال حاضر مانع جمهوری اسلامی که باید رفع بشه. فضای رسانه‌ای فضایی هست که دشمن هم توش دست داره. سایبری های اینها ساکت نمیشینن. اینا میدونن تنها راه ماندگاری و بقای آخوندها تفرقه است و میدونن در سطح ایران ما اون اجماع، گروه یا فردی که به تنهایی بتونن مبارزه بکنن جمهوری اسلامی رو کنار بزنن وجود نداره. پس میخوان که مردم رو از هم جدا کنن. مردم در داخل ایران گوششون بدهکار نیست این مسائل. این فضای رسانه‌ای که درست کردن چقدر نتیجه داد؟ چند تا امضا جمع کرد؟ نتونست. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی یکی از عواملی هست برای این تفرقه و سکوت شاید اشتباه و اغماز برخی افراد و گروه های مخالف که تا حالا باید بیدار شده باشن، متوجه شده باشن که مردم ایران به طور یک دست و هماهنگ در قدم اول میخوان که علیه جمهوری اسلامی گام بردارن، مبارزه بکنن، رژیم رو از سر راه برن و در گام های بعدی به سمت یک مردم سالاری واقعی حرکت بکنن که اون سیستم سازی هست. در سیستم سازی افراد میان و میرن. در سیستم افراد بسیار خوب انتخاب میشن. زمان دارن، زمان به پایان میرسه، افراد دیگری جاشون رو میگیرن. مادام العمری نیست. و این پاسخ رو ما از طرف مردم در روزهای گذشته دیدیم. پس متمرکز بشیم بار دیگه بر کار مشترک، فعالیت مشترک جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. صداهای دیگر رو توجه نکنیم. انتقادی هست گفته شده، مردم شنیدن، پاسخ هم دادن. بقیه راه رو باید با هم بریم برای سرنگونی جمهوری اسلام. کسایی که غیر از این دارن گام برمی‌دارن مشخصه که اینها هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی است. همون سایبری‌هایی هستن که دارن سعی میکنن با تفرقه نظام حاکم رو، بقای نظام حاکم رو تمدید بکنن، ولی به جایی نمیرسه چون این امواج هر چقدر هم رسانه ها پشتش باشه چون تو خالی هست میاد پایین و اون حقیقت ماجرا تبلور پیدا میکنه که ادامه مبارزه سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد تلاش برای یک ایجاد یک سیستم بسیار قانونی و سیستمی که همه در اون سهیم باشن تا همه برنده باشن، احساس برندگی بکنن، این تلاش ادامه پیدا خواهد کرد. من خیلی خوشبین هستم. روزهای گذشته درسای خوبی به ما داد و نشون داد که مسئله دموکراسی خواهی در ایران بسیار عمیق‌تر از اینی هست که فکر می‌کردیم. رسانه ها نمیتونن با هر پول و ثروتی که خرج بکنن این مسیر رو تغییر بدن. خب خیلی متشکرم آقای جوانمردی. یکی از سوالاتی که بینندگان مطرح کردن، شاید در روزهای گذشته خب این من می‌دیدم سوال اومده، بحث قرار دادن سپاه در لیست تروریست بود، گروه های تروریستی. خب تظاهرات کردن، اتحادیه اروپا در نمایندگانشون رأی دادن، ولی خب بینندهی به مطرح کرده آقای جوانمردی چه شده که برخی از مسئولان مثلا اتحادیه اروپا حاضر نیستن سپاه رو به عنوان گروه تروریستی بپذیرن؟ آیا این گونه نیست که دست اینها با جمهوری اسلامی توی کاسه است؟ اصولا دولت ها منافع خودشون رو بارها گفتیم در نظر میگیرن، نه منافع مردم ایران رو. ولی آنچه که باعث تغییر رفتار این دولت ها میشه خیابان های ایران هست. اونها سیاستشون از قبل هم میدونستن سپاه داره چی کار میکنه. منتها فشاری که از داخل ایران هست و سپاه و کل مجموعی نظام جمهوری اسلامی رو به یک برگ سوخته، یک اسب بازنده تبدیل میکنه است، باعث میشه که اینها در سیاستشون تجدید نظر بکنن و این سیاست رو تغییر بدن، به سمت دیگه ای برن. پس اساساً آنچه که تعیین کننده است خیابان‌ها داخل ایران و اون عزم و اراده مردم ایران برای ایجاد تغییر در
سیستم و نظام حاکم هست. این اصل مسئله است. دولت‌ها رو ما که نمی‌تونیم تغییر بدیم. سیاست اونها رو ولی می‌تونیم. چگونه؟ خیابان‌ها در ایران. ما باید با قدرت بیشتر متمرکز بشیم بر اعمال فشار به دولت‌های اروپایی برای اینکه سپاه رو وارد لیست ترور بکنن. به عنوان بازوی سرکوب در داخل ایران و بازوی فساد، بقای فساد، بقای ظلم و بقای جنایت. پارلمان اروپا پذیرفته ولی دولت‌ها باید، شورای اروپا باید بپذیره. این هم ما باید فشار بیزنیم. چی کار بکنیم؟ باید تظاهرات گسترده، تظاهراتی که در آلمان یادمون هست، آقای حامد اسماعیلی و بقیه تیب دادن یا همت کردن، پیش قدم شدن، با قدرت بیشتر این بار متمرکز بر سپاه پاسداران با در کل اروپا و کشورهای غربی ما ایجاد بکنیم، مخصوصا در اروپا، در بروکسل، در کل پایتخت اروپا اگر امکان پذیر باشه، یا متمرکز در یک جا که میتونن دوستان در موردش به توافق برسن و همه وارد بشن. این خیلی مهم هست، متمرکز بشیم که سپاه پاسداران وارد لیست ترور بشه. البته سپاه وارد لیست ترور بشه یا نشه تعیین کننده نیست، فقط یک ضربه به رژیم است، یک ضربه مهم به رژیم است. ولی آنچه که تعیین کننده است انقلاب آزادی ایران در خیابان هاست، اون تعیین کننده است و نه حتی این تصمیم اتحادیه اروپا. خیلی از کارشناسای تکراری تلویزیون های مختلف رو میارن که بگن آقا این تعیین کننده است، یعنی میخوان بگن تمرکز روی مردم نیست، کشورهای اروپایی تعیین کنندن، ولی واقعیت نداره. تعیین کننده خود ما این خیابان ها هستند. تعیین کننده شما مردمی هستید که بیان کردید، شما مردمی هستید که بها دادید، فرزندانتون در زندان ها هستند، خون های پاک ریخته شده و بهایی که برای آزادی پرداخت شده و داری میشه، این تعیین کننده است. پس مسئله سپاه به عنوان یک ضربه پشتش باشیم تا این ضربه به رژیم فاسد وارد بشه، منتها اصل داستان خیابان ها هستند که باید با قدرت کامل تا سرنگونی جمهوری اسلامی به قیام ادامه بدن. بله، بیننده ای که اشاره میکنه میگه من از بچه های وزارت اطلاعات هستم در شاخه تهران، این رو دوست دارم با جوانمردی و بینندگانتون بگید که خوشبختانه انقلاب مردم ایران پیروز شده و من این رو میبینم در گفتگوهایی که دارن و بچه های وزارت اطلاعات اشاره میگه. میگه بچه ها همه به این نتیجه رسیدن که این نظام شکست خورده، فقط یک تلنگر حرکت داره، یک حرکت و یک تلنگر و یک قیام جدیدی در خیابانها میتونه تار و پود اینها رو جمع بکنه. میگه ممکنه شما بگید چرا من این حرف رو میزنم، من هم یه ایرانی هم، میگه دلم برای ایران میسوزه، خسته شدم از این همه دروغ و فریب. و این نکته ایره که میگم، میگه واقعیته، میگه در درون وزارت اطلاعات همه به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه به بنبست رسیده. خب آقای جوانمردی، این برای من جالب است، این پیام مشابه این رو هم ما قبلش داشتیم که نشون میده که اینها تمام شده دیگه، فقط تلنگر آخر مونده. در ذهن تمام کارگزاران رژیم، عواملشون از عوامل سرکوب گرفته تا جنایت ها، کسایی که خواسته ناخواسته وارد شدن، جنایتی مرتکب نشدن، برای خدمت رفتن، به این نتیجه رسیدن این رژیم مشروعیتش رو از دست داده. چرا باقی مونده تا حالا؟ فضای رعب و وحشت هست و ایجاد تفرقه، که این هم یه مدتی کار است. یه مدتی میتونن یه امواجی رو ببرن بالا، یک تفرقه در بین مردم، هراس از بعد از جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. بعد از اون هراس که یک مدتی هست، خب همون مردمی که میبینن با این هراسی که اینا ایجاد میکنن پاسخ نمیده به خواستاشون، به اهدافشون، به آنچه در باورشون هست، و تایمش، زمانش به پایان میرسه. بعد از این دوباره انقلاب با قدرت بیشتر، امواج بزرگتر شروع خواهد شد و این تردیدی در این نیست. اتفاقی که در وزارت اطلاعات افتاده، در بخش‌های مختلف نظام فاسد، حتی در سپاهی که یک نهاد تروریستی هست و ما داریم سعی می‌کنیم که وارد لیست سیاه ترور کشورهای اروپایی هم بشه، برای اینکه خود نهاد تروریستیه، ولی در بدنه سپاه افراد زیادی هستن که نه دزدن، نه جنایت مرتکب شدن، نه خیانتی هم کردن، با همون شعارهای دروغین، ارزش‌های دروغین آخوندها وارد سپاه شدن، ولی دیدن نه، اونجا اینطوری نیست، همه چی برعکس. در عمل دارن فرماندهان و سرداران سپاه خیانت میکنن، دزدی و غارت میکنن و در طرف غلط تاریخ ایستادن. اینها پشیمونن، نمیتونن بیان بیرون، دنبال یک فرصتن.
این اتفاق افتاده، ما باید بقیه زمینه رو آماده بکنیم، یعنی ادامه اون تلنگر که میگه ادامه، چون هر بار بخشی از این رژیم فرو ریخته اومده پایین، کنده شده، ریزش کرده و تا جایی که دیگه مشروعیتی براش باقی نمونده، تنها بقاش، دلیل بقاش همین ایجاد تفرقه و هراس افکنی از بعد از خودشه که داره به پایان میرسه. و سایبری های دشمن هم، رژیم هم نمیتونن که با دروغ، با فضاسازی این رژیم رو برای مدت طولانی حفظ بکنن. همش اینها موقتی هست، این حکومت کارش تمومه، ولی آنچه که ما باید انجام بدیم ادامه راه، ادامه پرقدرت قیام که باید در روزهای آینده براش برنامه‌ریزی بکنیم و داریم این کار رو انجام میدیم. گروه های زیادی که در داخل ایران خودجوش تشکیل شدن دارن بیشتر میشن و به زودی ما شاهد تحول و لرزش خیلی بیشتر پایه‌های حکومت خواهیم بود و این اتفاق میفته. از این فاز تفرقه هم خارج میشیم. کسانی که عامل شدن، ناخواسته خواسته در فضایی قرار گرفتن که دشمن تا حد زیادی بهش دامن زده، اونها هم خودشون رو پیدا میکنن، متوجه میشن که چه چیزی به نفع منافع ملی مردم ایران هست و اونها هم در این حرکت رو به جلو سهیم خواهند بود. آنچه که در حال حاضر ما شاهدش هستیم، انقلاب شروع شده، دست و پا زدن های آخوندها در هر قدم که به مرگ نزدیک میشن شاید بیشتر بشه، ولی نمیتونن این حرکت رو به تغییر برای یک ایران جدید رو متوقف بکنن. آقای جوانمردی، بیننده این سوال کرده در مورد حوادثی که در عراق رخ داده، تظاهرات صدها هزار نفری مردم عراق علیه قاچاق دلار به ایران، میخواد تحلیل شما رو در این مورد داشته باشه. خیلی قبل از این بنده در همین برنامه در جاهای مختلفی رو گفتم که از طریق هشت شعبی، حالا از وجود هشت شعبی برای جنایت در داخل ایران استفاده کردن، از نهادهای هشت شعبی و مزدوران خودشون برای پولشویی و اینکه دلار به حکومت برسونن هم استفاده کردن، تا اینکه قیمت دلار رفت بالا به 155.6 تا حدود 160 هم بالا رفت، یه خورده بردنش پایین دوباره. چرا؟ اون سهمی که بازار عراق از دلار داره، چون این دلار عمدش برای جمهوری اسلامی میرفت و بخشی رو برای لبنان حزب الله میفرستادن، باعث شد که بحران در داخل خود عراق ایجاد بشه. مردم عراق، مخصوصا شیعه عراق که روزگاری آرزو میکردن مثل جمهوری اسلامی باشن، ماهیت رژیم رو دریافتن، مخصوصا با سفرهایی که انجام شد، اینها تحت عنوان صیغه در مشهد و حالا اسمش رو زیارت و صیغه میذاشتند و یا به شمال رفتن یا برای دکتر و پزشک مراجعه کردن به ایران، تا حد زیادی اینها متوجه شدن که در ایران آخوندی چه وضعیت فلاکتباری هست و هیچ وقت نمیخوان چنین وضعیت رو در داخل عراق داشته باشن. همه مخالف شدن دیگه. حتی گروه های اصلی شیعه هم که روزگاری اینها مرجعشون تهران و قم بود، دیگه نیست، مخالفن. از صدری ها گرفته تا بقیه گروه های مختلف، عادل عبدالمهدی، گروه های مختلف شیعه در عراق، دیگه آفتاب آخوندها در عراق غروب کرده و این اول ماجراست. جمهوری اسلامی شانسی برای ماندن نداره. هر کاری، هر دست و پایی دارن میزنن، از یه جای دیگه بدتر اتفاق میفته. اتفاقی که در عراق افتاده تازه اول ماجراست، چون تغییر در این باعث تغییر مثبت در کل منطقه و از جمله عراق میشه. عراق قربانی مداخله جویی جمهوری اسلامیه. جنایتهایی که شده، اتفاقاتی که افتاده، خیانتی که در اکتبر 2017 شد، جنگ داخلی که اونجا شد، تمام مسائل از بمب‌گذاری‌ها گرفته علیه آمریکایی‌ها، بعد آمریکایی‌ها خارج شدن، آدم ربایی، منتقدین رو کشتن، دزدی، غارت، همه از طرف گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی. دیگه اینو من نمی‌گم، در داخل عراق تقریبا همه مردم متوجه شدن و اینو میگن. به همین دلیل بود بارها دفاتر جمهوری اسلامی رو آتش زدن، نمایندگی‌هاشون رو آتش زدن. حالا جمهوری اسلامی هر جا دفتر داره دورش سیم خار داره، چندین نگهبان گذاشتن که خود مردم مثلا کجا، نه در کردستان عراق، در قلب جهان شیعه، در نجف، در کربلا بارها سوزوندن. وضعیت رژیم وضعیت بدیه، مشروعیتشون رو از دست دادن،
اسلام سیاسی شیعه شکست خورده و به طور کلی مسئله جدایی دین از قدرت بسیار قوت گرفته و ما با جرأت میتونیم بگیم که آغاز تحول در عراق هم همه شاهدش هستن، که البته اونجا چون بسیار فرق داره، فضا بازتر هست، رسانه‌های منتقد هستن، احزاب حضور دارن، خیلی متفاوت هست، خیلی جلوتر هستن سیستمشون از جمهوری اسلامی. بله آقای جوانمردی، یکی از مواردی که ابراز نگرانی شده دستگیری ماموستاهای آیینی در کردستانه، گویا که تعداد کثیری دستگیر شدن و میخوان شما رو در این مورد اگر مطلبی دارید بفرمایید. در آنچه در کردستان اتفاق افتاده کابوسی هست که مثلا در قم و تهران اتفاق میفته. شوخی نیست، شما کسایی که تا دیروز اینها به نحو جمهوری اسلامی رو اینها حساب باز کرده بود، حالا با مردمن، صدای مردمن. ماموستا جمال الدین واجی در پیرانشهر، ماموستا شریف محمود در پیرانشهر، ماموستا سید سلیمان احمدی بازم پیرانشهر، ماموستا حسن کوهی در سردشت، ماموستا یونس نوخواه پیرانشهر، ماموستا حسن فتحی خدرلک در بوکان، ماموستا رحمت نسوهی در مهاباد، ماموستا سید سیف الله حسینی در جوانرود و ماموستا محمد خدرنژاد مشهور به یا معروف به ماموستا بوکان، همه اینا دستگیر شدن، شکنجه شدن. جرمشون چیه؟ روحانی هستن. منتها اومدن گفتن آقا اینا اعتباری ندارن، نه به لحاظ دینی نه به لحاظ انسانی و قانونی. از مردم حمایت کردن، صدای مردم شدن. خیلی مهمه که حتی روحانیونی که با مردمن دیگه نظاره‌گر نیستن، جز اون قشر خاکستری که خیلی ازش دم میزنن هم نیستن، اومدن خودشون و در صف مقدم مبارزه علیه فساد آخوندی هستن. خب در بلوچستان هم همچین حالتی هست. خب این چیه؟ این دقیقا پایان مشروعیت آخوندها و حکومت جمهوری اسلامیه، که ترس اینها این هست که بگن آقا اهل سنت نیست، تشیع هم روحانیون به این نتیجه رسیدن و این علنی بشه، که البته خیلی از روحانیون در بین شیعه هم به این نتیجه رسیدن. این که همه دارن در این انقلاب شرکت میکنن به این نتیجه رسیدنه که این رژیم نه تنها نماینده هیچ قشری نیست، بلکه عامل سرکوب، عامل فساد، عامل غارت، عامل نابودی، عامل فشار بر همه قشر هاست، از همه سوء استفاده کرده، همه رو به جون هم انداخته و این باید به پایان برسه. مسئله کمپین این که علیه آخوندها وارد شدن، امام پرانی که ممکنه یه روزی شدیدتر هم بشه، دقیقا پاسخ به این هست که مردم مخالف هر نوع آخوند حکومتی هستند. آخوندها باید از حکومت فاصله بگیرن، اگر حتی به فکر دین هستند و هنوز فکر میکنن که میتونن اینها با مردم رابطه خوبی داشته باشن، باید از مردم، از جنس مردم، از خواستاشون حمایت بکنن. جامعه آینده ایران فردا ایرانی خواهد بود برای همه. ما دین رسمی نخواهیم داشت، ادیان یعنی آزادن، همه ادیان، و جدایی دین از سیاست، همون سکولاریزم که در اون اتفاقا پیروان همه ادیان حفظ میشن و در اون میتونه هر کسی از هر دینی با هر عقیده‌ای به بیان عقاید خودش، برای بیان عقاید خودش آزادی داشته باشه و براش کار بکنه بدون این که دخالت بکنه در بقیه ادیان و پیروان بقیه مذاهب. این جامعه‌ای هست که ما بهش فکر میکنیم و خوشبختانه اتفاقی که افتاده در کردستان، در بلوچستان، این رو ما باید به فال نیک بگیریم، تعمیم بدیم به همه ایران. یعنی همه قشرهای جامعه از روحانی تا آتئیست در صفوف متحد علیه جمهوری اسلامی گام بردارن. بله اتفاقا بیننده‌ای که میگه من بختیاری هم عضو سپاه پاسدارانم، کار حکومت تمومه و میگم جونم فدای موری عبدالحمید و گوش به فرمانش هستم. و مطلب دیگری که آقای جوانمردی اینجا مطرحه در مورد ماموستا خضرنژاد هست که این پیرمرد سنش بالایی، همچین حکم سنگینی برایشون ارسال شده که حالا خوب خود شما لازم بود در این مورد، همون سیف الله حسینی هم حکمی براش صادر کردن. بله بله. سال بالا سن داره. خیلی از اینا. خب این اولا جمهوری اسلامی که نمیمونه برای اجرای این احکام، خودشون این جای زندانی و زندانبان عوض خواهد شد، اینا باید به فکر خودشون باشن.
وضعیتی که ما میبینیم ماندگاری حکومت نیست. کسی هم دل خوش نکنه به این فضای رسانه‌ای که با هزاران سایبری دارن انجام میدن و یا با اینکه بعضیا فکر میکنن میتونن وارد سیکل باطل دیکتاتوری بشن. آنچه که فضای عمومی و سراسری در داخل ایران هست، فضای تغییر مثبت رو به جلو برای آزادی و دموکراسی هست و در چنین فضایی آخوندها هیچ جایی ندارند برای بقا در سطح حکومت، منظورم هست، و ناچار هستن اونها هم تغییر بکنن. این احکام به جایی نمیرسه، بذارید حکم بدن. اعتبار اینها بالا رفته. شما نگاه کنید امام پرانی علیه آخوند حکومتی میشه، ولی مولوی عبدالحمید احترامش چقدر بالا رفته به نظر شما در بین همه، حتی در بین کسانی که به دین هم اعتقاد ندارن، نظرشون عوض شده. در مورد این مامستاها ممکنه خود من در مورد برخی از اینها که فکر میکردم مثلا سلفی هم بهشون اعتقاد میکردم به شدت، حالا دیگه من دارم تشویق میکنم، من دارم سپاسگزاری میکنم، من دارم ازشون حمایت میکنم، یعنی همه نظرشون عوض شده. پس با مردم بودن بسیار مهم هست. کسایی که میخوان واقعا به دین اعتقاد دارن، مبارزه با آخوندها، مبارزه با فساد، مبارزه با دزدی، مبارزه با ظلم اصل دینشون هست. آموزه های دینی کجا میگه در مورد آخوند فاسد غارتگر دزد ساکت باش، چیزی نگو و اجازه بده که اینها حاکم باشن؟ چنین چیزی نداره. بنابراین مهم هست پیوستن اینها به مردم. این احکام هم به جایی نمیرسه، فقط محبوبیت این روحانیون رو افزایش میده. خب آقای جوانمردی، یک سوالی رو که بیننده مطرح کرده، گفته ما صحبت‌های آقای جوانمردی رو گوش کردیم، گوش میکنیم، سالهاست پای صحبت ایشون هستیم، اما الان چه کنیم که این بهمن اومده، ما بتونیم در این بهمن حداقل دوباره شاهد یک اتحاد و همدلی در کف خیابون‌ها باشیم؟ فراخوان‌های داده شده برای 10، 11، 12 بهمن، روز ورود خمینی جلاد به ایران، این فراخوان‌ها باید بیشتر روشون کار بکنیم، رسانه‌ای‌تر بشن. گروه‌هایی که در داخل کشور هستند، این مدت سکوت نشون داد که مسیر تعیین نقشه آینده ایران، نقشه سیاسی و تعیین نقشه راه مبارزاتی، همه چی در داخل ایران، خارج ایران فقط میتونه نقش سخنگو یا در حد اعلاش حلقه ارتباطی با کشورهای مختلف دنیا رو داشته باشه. تعیین کننده رهبران اصلی در داخل ایران هستند. این یک قوت دوباره به جنبش خواهد داد، چون خیلی ها نوع دیگه فکر میکردن، نشون داده شد این روزا اینطوری نیست. نماینده 400 هزار نفر، نماینده 85 میلیون نفر نیست. نماینده های 85 میلیون نفر تعیین خواهند شد که بعد از جمهوری اسلامی، حالا زمانش نیست. پس از این مسیرهای انحرافی همه خارج میشن، برمیگردن به اصل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. به زودی اتفاق خواهد افتاد با همه طیف ها و گروه های مختلف، و ما فضایی رو ایجاد میکنیم، فضای حقیقی که در اون مردم متوجه باشن که کدوم عمل به نفع مبارزه است و کدوم راه بیراهه و انحراف و پرتگاهی هست که فقط آخوندها در نتیجه اون زینف خواهند بود. بسیار خوشبین هستم. روزهای گذشته درایت سیاسی مردم ایران رو در عمل بنده دیدم. امیدم خیلی بالاتر رفت. خیلی خیلی خوشحال شدم و امیدوارتر از گذشته شخصا دارم به این فکر میکنم که مبارزه چگونه با قدرت بسیار زیاد از همه طیف ها، تا پادشاهی خواه، تا فدرالیست، تا بقیه که همه جزء تشکیل دهندگان ایران هستند، سهیم هستند در تمام نعمت ها، در تمام شکست ها، در تمام پیروزی های مردم ایران، باید با هم کار بکنن برای عبور از جمهوری اسلامی. بقیه صداها رو تضعیف خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی موفق بشه از این شکاف ها استفاده بکنه برای بقا. این رژیم محکوم به نیستی و نابودی هست و آگاهی رسانی رو باید اینقدر بالا ببریم، در تعریف و در ترسیم حقیقت اینقدر فعال باشیم که دیگه کسی نتونه با چارت رسانه و
دو سه تا تحلیلگر به اصطلاح دارای مدرک دانشگاهی بخوان هراس در بین در دل مردم ایجاد بکنن که بعد از جمهوری چه خواهد شد، چه خواهد داشت، چه چیزی اتفاق نخواهد افتاد. مثلا مردم ایران میدونن، همه میدونن هر کی بیاد از آخوندها بهتره. منتها ما این مغلطه رسانه های لندنی رو هم جلوگیری میکنیم که بگن یا این همچین چیزی وجود نداره. رنگین کمان ایران با قدرت کامل از جسد جمهوری اسلامی عبور خواهد کرد و یک نظام و سیستم دموکراسی رو برقرار خواهد کرد، سیستمی که در اون هیچ مقامی مادام القوه نیست، موروثی نیست، همه چی موقت، همه چی شایسته سالاری با رأی مردم تعیین میشه، با رأی مردم خلق میشه، با رأی مردم ادامه پیدا میکنه، با رأی مردم اصلاح میشه، با رأی مردم مسیر عوض میکنه و با رأی مردم این تا ترقی کامل ایران و تا ابد ادامه خواهد داشت. به احتمال زیاد تحولی که میتونه کل منطقه رو دچار تغییر مثبت بکنه. این اتفاق رو ما دیدیم، این درایت سیاسی رو من در روزهای گذشته دیدم. چقدر فشار رسانه‌ای مخصوصا فیک از طرف ما، یه مدرک هم به دست آوردیم، دشمن هم میخواد نفوذ بکنه در این مسئله تفرق اندازی، متوجه شدیم. این یک پیام اساسی به تمام کسانی هست که ممکنه وسوسه شده باشن که تنها میتونن کاری انجام بدن، ممکنه وسوسه شده باشن که اینها میتونن به تنهایی از جمهوری اسلامی عبور بکنن، به تنهایی دولت تعیین بکنن، به تنهایی نظام تعیین بکنن. امکان پذیر نیست. یکی از مواردی که شاید اشاره شده اینه که به شدت شایعه کردن که آقای علی جوانمردی به داخل ایران پول فرستاده تا با اون پولها علیه شاهزاده رضا پهلوی تبلیغات بکنن و تظاهرات بکنن و اینکه آقای جوانمردی جزء عناصر اصلی تجزیه طلب در ایران هست. من باید پولدار باشم که بتونم به داخل ایران پول بفرستم. زندگی منو هم میتونن، البته حالا واشنگتن نیستم، ولی در روزهای آینده میتونن، همه دوستان دیدن. و یعنی یه خورده که میخندم، من کم میخندم ولی واقعا به این حرفا خندم میگیره. من باید پولی داشته باشم که بیام. من اندازه خودم، احتیاجات خودم کار کردم. از 17 سالگی رو پای خودم بودم و نه ارسی به هم رسیده، نه هیچی، خودم رو ساختم. اندازه این که محتاج نباشم برای من کافیه. یک، پولی نفرستادیم. ما آقای رضا پهلوی رو هیچ وقت دشمن ایران نمیدونیم. شاید خیلی ها ما رو دشمن بدونن، ولی ما اونا رو دشمن نمیدونیم. اونها هم راهی دارن برای ایران، ما هم راهی داریم. فکر میکنیم همه شاید به خوشبختی مردم ایران داریم فکر میکنیم، ولی ما میگیم این راه های ایرادات رو داره، اونا هم یه ایرادات رو مطرح. خیلی طبیعیه در این مسیر اگر یک عدالت رسانه‌ای وجود داشته باشه، مردم تصمیم میگیرن هر کسی حرفش میزنه. اولا من پولی ندارم، پولی هم داشته باشم برای ضدیت با آقای پهلوی یک سنت رو هم صرف نمی کنم اگه میلیونرم باشم. اگر چنین پولی داشته باشم بفرستم به داخل ایران، این پول رو صرف لوازم و مسائلی می کنم که مستقیماً در راه سرنگونی جمهوری اسلامی صرف بشه. اینها شایع از حرفای بی خوده. دو، مسئله تجزیه. ایران تجزیه نخواهد شد. این صحبت ها در نبود و فقدان منطق برای این هست که راحت رو به مردم غالب بکنی. شما وقتی که منطق نداشتی، شما وقتی که استدلال نداشتی، ضعف استدلال و منطق باعث میشه متصل بشی به متهم کردن بقیه. ما کسی رو متهم نمی کنیم. ما میگیم هر کسی میل خودشه برای آینده ایران چه راهی رو پیشنهاد. ما میگیم این راه، سیستم سازی، دموکراسی، قدرت مردم، شهروند درجه دو نداشته باشیم، قانون اساسی مدرن در اون ایرانی تر وجود نداره. همه ایران اصلا با چه جرأتی طرف به من میگه شما تجزیه طلب؟ خب همین از یک مغز معیوب و ناقص و بی سواد شکل میگیره که میگه هر کسی اون تفسیر و تعبیر بنده رو نداشته باشه از مسائل سیاسی، این از ما نیست تجزیه طلب. نه خیلی، اینطور نیست. ممکنه هزار تفسیر و هزار تعبیر وجود داشته باشه. من در مورد یه موضوع تاریخی یه نظری دارم، یکی دیگه یه نظری دیگه، هیچ ایرادی نداره. برداشت و استنباط ما با هم فرق داره، اوکی، مسئله نیست. دشمن مشترک داریم ولی میتونیم توی نقاط مشترک با هم کار بکنیم. این دموکراسیه، همکاری. ما نمیخوایم متحد بشیم،
اصلا جامعه متحد وجود نداره در دنیا، اصلا اگر هم داشته باشه فیک نمایشی دیکتاتوری میخواد نشون بده همین رنگ نداریم، مخصوصا در ایران که یک امپراتوری بوده که شاید همین طرز تفکرها باعث شده که یک پنجم این امپراتوری بزرگ باقی بمونه. حالا کار ندارم به تاریخ، این ایران تجزیه نخواهد شد، روی تخیل سرمایه گذاری نکنید، یک ایران جدید که در اون دموکراسی و مردم سالاری استفاده از همه آموزه‌های تاریخی جای خوبش، درس گرفتن از جاهایی که اشتباه کردیم شکست خوردیم، اینا خیلی مهمه. و اساساً تجزیه یعنی چجوری؟ مثلا گاهی یکی از دوستان در یه محفلی بودیم میگفت که یکی همین سوال رو از من پرسید، دوستم گفت آقای بله اتفاقا فلانی میخواد که یه قیچی دستشه میخواد کردستان رو به بلوچستان وصل بکنه، این وسط هم تجزیه بود. طرف هم خیلی جدی گرفته بود بدون اینکه فکر بکنه. این تاثیر این تبلیغات ممکن رو آدمای سالی لو. خب نگاه کنید اون وقت تموم شده، آخرین سوال آره. کسایی که اهل تفکرن اینا رو شوخی میگیرن. آخرین سوال آقای جوانمردی، آخرین سوال میگه آقای جوانمردی چرا خودتون رو به عنوان رهبر تا سرنگونی معرفی نمی‌کنید؟ خب همین ببین همین برداشت ضعیف و نادرست است. وقتی که میگیم ما میخوایم از رهبری فردی عبور بکنیم، منظورمون این نیست از آقای پهلوی عبور بکنیم، آقای ایکس رو بیاریم، از فرد عبور بکنیم. منظور این نیست که علی جوانمردی بهتره از اون، فلانی از اون بهتره، یا خیلی این بهتره یا خیلی. آقا شما این رو ندارید، شما یکی رو بیارید. ما میگیم یکی نباشه، ما میگیم روی سیستم باید بیاد کار بکنیم، روی پلتفرم، روی برنامه، روی چهارچوبی که هیچ کسی نتونه از اون خارج بشه. در اون چهارچوب بله برای این برهه زمانی آقای پهلوی میاد بهش رأی میده، میاریمش چه زمانش تموم شد، یک روز یک ساعت یک ثانیه هم بیشتر نه، یکی دیگه میاد، اون تموم شد یکی دیگه میاد. یعنی سیستم سالاری رو باید ما یاد بگیریم. بحث بله. فرد نیست، بحثی نیست که این نیاد علی بیاد، علی نیاد نقی بیاد، این نیست. سپاسگزارم. فرد باید عبور بکنیم، وارد سیستم سالاری و مردم سالاری واقعی بشیم که هیچ وقت هم نداشتیم. سپاسگزارم آقای جوانمردی عزیز از شما و همچنین از شما بینندگان و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون. واشنگتن فری بیکن، طرح قانونگذاران آمریکا برای تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل جنایات حقوق بشری. به گفته منابعی در کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای تحریم رهبر و رئیس دولت جمهوری اسلامی و دیگر شخصیت‌های ارشد رژیم به دلیل جنایات حقوق بشری متحد می‌شوند. اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه طرحی به نام مهسا امینی هستند تا به موجب آن علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را به علت نقض فاحشه حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم کنند. واشنگتن فری بیکن گزارش داده حمایت هر دو حزب از این طرح نشان می‌دهد که رهبران هر دو حزب ایالات متحده می‌خواهند که موضع سختگیرانه تری در قبال رژیم ایران اتخاذ کنند، زیرا این رژیم مخالفانی را که برای سرنگونی حکومت دست به اعتراض زدند را می‌کشد و یا زندانی می‌کند، در حالی که دولت بایدن تحریم‌های متعددی را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران به اجرا گذاشته، اما تاکنون از هدف قرار دادن علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و شماری از شخصیت‌های ارشد نظام که مسئولیت اصلی و فرماندهی سرکوب‌های خشن و مرگبار را بر عهده دارند خودداری کرده است. جیم بانکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از تدوین کنندگان پیشنویس این طرح به واشنگتن فری بیکن گفت دولت بایدن در اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه رهبران جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات و جنایات حقوق بشری نقش داشتند کند عمل کرده و حتی اتحادیه اروپا در این زمینه از کاخ سفید پیشی گرفته است. او افزود دولت بایدن همچنان تلاش می‌کند با مقامات ارشد جمهوری اسلامی مرتبط باشد تا با آنها به یک توافق هسته‌ای فاجعه بارتر برسد. او همچنین گفت ایرانیان مانند مهسا امینی توسط رژیم ایران به قتل می‌رسند و یا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما دولت بایدن به خاطر یک توافق اتمی فاجعه بار دیگر همچنان در تلاش است تا با مقامات ارشد ایران کنار بیاید. پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 25 ژانویه با 420 رأی
موافق و تنها یک مخالف به قطعنامه حمایت از جنبش ضد آزادی خواهانه در ایران رای داد. در آمریکا مواضع چهره‌های سیاسی در مورد جمهوری اسلامی به سرعت رو به دگرگونی است. کریس مورفی، سناتور دموکرات، یکی از چهره‌هایی است که بارها با حمایت از مذاکره کاخ سفید با ملاها به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد، اما حالا او نیز می‌گوید ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، در حالی که رژیم تلاش می‌کند راه‌های ارتباطی مردم را از بین ببرد. برای پیگیری راه‌هایی که به معترضان امکان دهد صدایشان شنیده شود آمادگی دارم. دولت آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر جمهوری خلق چین را برای توقف خرید نفت از ایران آغاز کرده است. همچنین آمریکا دولت عراق را زیر فشار گذاشته تا از قاچاق ارز به ایران جلوگیری کند، اقدامی که دسترسی رژیم ایران به دلار را به شدت مختل می‌کند. خب عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدوارم که از کار تیم ما خوشتون اومده باشه. تا بخش بعدی خبر، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.